به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز می خواهیم برای شما بینندگان گرامی یک قصه از مفسر معروف اهل سنت و جماعت قاضی بیضاوی رحمت الله علیه که در میان ما و شما البته طالب علمان تاجیک تفسیر قاضی بیضاوی را خوب می دانند و در تاجیکستان یکی از تفسیرهای درسی به شمار می رود. این قصه خیلی قصه جالب است که برای هر یک انسان واقعا هم معانی خیلی زیادی می دهد. به این خاطر اختیار نمودیم تا امروز برای شما این را برسانیم تا اینکه یک درس عبرت خوب برای هر یک ما و شما باشد. آغاز این قصه از سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین از علامه قاضی نصرالدین البیضاوی رحمت الله علیه در نزدیکی های شهر شیراز به دنیا آمده است. در تبریز وفاتش سال 691 هجری مطابق به 1286 میلادی است. چنین حکایت میکنند که از خود چندین کتاب علمی به جای گذاشته است، عدد آنها را به 26 میگویند. یکی از کتابهای معروفش میان خاص و عام این کتابی تفسیرش میباشد. البته طالب علمانی ما نیز به این کتاب خوب آشنایی دارند و در کشور ما یکی از کتابهای درسی تفسیر به شمار میرود. علامه بیضاوی هنگامی که تفسیرش را به اتمام رسانید کتابش را انوار التنزیل و اسرار و تأویل نام گذاشت. طوری که می دانیم در همه دور و زمان علما از اهل دنیا و سرمایه دار نبودند، زیرا همیشه مشغول خواندن و تدریس گفتن بودند. برای انجام عملهای دنیاوی وقت نداشتند. علامه بیضاوی رحمت الله علیه فرزنددار بودند. طوری که خود می نویسند 4 دختر داشتند. چون دخترانش بزرگ می شوند، برای ازدواج آنها مثل عادت آن زمان جهاز یا اینکه لوازم برای عروسی کردن لازم می آید و همسرش می گوید که چیزی نداریم تا دخترانمون را به شوهر بدهیم، باید راه حل این مشکل را پیدا کنیم. علامه قاضی بیضاوی رحمت الله علیه کمی می اندیشد و به چنین خلاصه می آید تا کتاب تازه به اتمام رسانیده اش را به بغداد نزد خلیفه برد و از او عطا یا بخشیش برای این عملش دریافت نماید. در اثنای سفر به یکی از دهه‌های میرسد و برای رفع خستگیش به خانه یکی از دانشمندان اهل قریه مهمان می شود. شیخ قریه می پرسد کجا سفر دارید؟ علامه بیضاوی می گوید به سوی بغداد روانه هستم. شیخ از او می پرسد مقصد از این سفر چیست؟ علامه قاضی بیضاوی می گوید من به تازگی تفسیر نوشتم و در تحقیق آن خیلی زحمت نیز کشیدم. مرا 4 دختر است و برای به شوهر دادن آنها مبلغ نقد لازم است. می خواهم نزد خلیفه روم و این کتابم را تقدیمش نمایم و از او کمک طلب نمایم. شیخ قریه گفت این سخن الله را در سوره فاتحه چه خیل تفسیر نموده اید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیت 5 سوره فاتحه. ترجمهش چی است؟ تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. علامه بیضاوی گفت تفسیرش چنین است: ای الله، نمی پرستیم مگر تو را و کمک طلب نمی کنیم مگر از تو. شیخ قریه گفت در حالی که چنین تفسیر کرده ای، پس چرا از غیر الله کمک طلب می کنی؟ این سخن به علامه بیضاوی رحمت الله علیه چنان تأثیر کرد که قافله همراهش بوده را از سفر گردانید و به بغداد نرفت. علما میگویند سبب این است که وقت توکل کامل و خالص به الله نمود، الله تفسیرش را میان همه اهل علم زمانش معروف کرد. تفسیرش کتاب درسی مدرسه ها و حلقه های علمی گردید. حتی پس از وفاتش تا به امروز این کتاب درسی دانشگاه ها و مدرسه های دینی عالم است. قصه در کتاب الرحلت العیاشیه در جلد 1 صفحه 249 آمده است و فعلا می خواهم در مورد همین ایاک نعبد و ایاک نستعین کمی شرح بدهم. یعنی ما هر روز در نمازهایمان 17 بار همین سوره را فقط تنها در نمازهای فرضی امان می خوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إياك نعبد وإياك نستعين.
صدق الله العظیم، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. سوره فاتحه آیت 5. این آیت کریمه یکی از آیت های می باشد که جامع ترین آیت ها و نافع ترین آنهاست. آنچه در این آیت بیان شده است میان عبادت و کمک طلب کردن از الله است. اینچنین این آیت را هر روز در 5 وقت نمازی فرضی امان می خوانیم. نماز بدون خواندن سوره فاتحه البته که درست نیست. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه این آیت را ظریفانه تفسیر کرده است. در این آیت سر آفرینش، این چنین همه محتوای کتاب های آسمانی و شریعت های پیشین تجسم یافته است. در این آیت ثواب و عقاب وجود داشته. در آیاتی که عبارت از دو کلمه است، در این دو کلمه مدار بندگی و توحید وجود دارد. الله بیش از صدها صفحه و 4 کتاب برای بندگانش نازل کرده است و معنای این همه را در تورات، انجیل و قرآن جمع نموده است. این چنین معنی این 3 کتاب را در قرآن جمع نموده، معنای قرآن را در مفصل جداگانه گیرد آورده است و این مفصل را در سوره فاتحه جمع کرده، این همه معنی های سوره فاتحه را در آن همین آیات برادر و خواهر گرامی جمع نموده است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای الله، من تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم، نه از هیچ کسی. هیچ کسی برای من مهم نیست. ای الله، من تو را عبادت می کنم و از تو کمک طلب می کنم. در این آیه دو کلمه وجود دارد که از یکدیگر جدایند ولی در یک آیت قرار دارند. نصف این آیت برای الله است و نصف دیگرش برای بندگان می باشد. ایاک نعبد، تو را می پرستیم، این نصف اولش برای الله است. و ایاک نستعین، تنها از تو یاری می جوییم، نصف دوم از بنده است. در صورتی که این آیت کریمه دارای اهمیت و فضیلت خاص است، دیگر به تحلیل زیاد گمان می کنم که احتیاج ندارد. ما هر روز این آیت را در 5 وقت نمازهای خودمان می خوانیم. آیا موردی خواندن این آیت باری هم اندیشه کرده ایم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای الله، ما تو را می پرستیم، خالق ما، معبود ما، تنها ای الله تو هستی و ایاک نستعین، از تو ای الله کمک طلب می کنیم. وقتی که یک مسلمان در نمازش این سوره را می خواند و در گفتن معانی این آیت وقتی دقت می دهد، باور کنید با گفت علامه ابن قیم جوزی، تمام کتاب های آسمانی جمع شده و آنچه در قرآن است در این مختصر شده است. هر مسلمان با یقین و با دقت این را بخواند، من باور دارم بمانند شخص می شود که او را الله از تمام آنچه در دنیا است به نیازش می نماید. پس برادر و خواهر گرامی، در هنگام خواندن سوره فاتحه با دقت باش و خاصتا تا وقتی که در این آیت میرسی ایاک نعبد و ایاک نستعین دقت جدی بده. وقتی که میگویی ایاک نعبد و ای الله من تو را میپرستم، پس پیشوای، رئیس، راهبر، ملای، شیخ، ایشان، تمام مردمی که در دنیا وجود دارند در نزد تو دیگر وجود ندارند. تو الله داری. ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو ای الله من کمک طلب میکنم، از تو ای الله من فرزند طلب میکنم، از تو ای الله من پول طلب میکنم، از تو ای الله زندگانی بهتر در این دنیا و در قبر و در آخرت تمنا دارم. باور کنید اگر با معانی این آیت بزرگ هر یکی ما و شما برسیم، زندگانی بهتر در دنیا و خوشی آخرت برای هر یک ما و شما را الله سبحانه و تعالی نصیب و روزی می گرداند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.